کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. فصل سوم. برویر روی از پنجره برگرداند و با حرکت سر به این سو و آن سو سعی کرد لو سالومه را از بیرون کند. سپس ریسمان آویخته بالای میزش را کشید تا خانم بکر متوجه شود برای دیدن بیمار بعدی آماده است. بیمار آقای پرلوت، یهودی متعصب ریش بلند خمیده‌ای بود که با تعنی از در وارد شد. برویر به زودی دریافت آقای پرلوت به دلیل خاطره بد جراحی لوزه از 50 سال پیش تا کنون حاضر نشده به پزشک مراجعه کند. این بار هم در ملاقات تأخیر دارد، ولی وضعیت جسمانی وخیمش انتخابی برای او نگذاشته است. برویر بیدرنگ از قالب پزشک پشت میز نشین خارج و در صندلی کنار بیمار جا گرفت تا با بیمار جدیدش خودمانی تر صحبت کند. درست همان برخوردی که با لو سالمه داشت. در مورد آب و هوا، موج جدید مهاجران یهودی از گالیسیا، یهودی ستیزی مفرط انجمن اصلاحات اتریش و نیز درباره تبار مشترکشان به گفتگو پرداختند. آقای پرلوت هم مانند دیگر یهودیان، لئو پولت پدر برویر را می‌شناخت و به او احترام می‌گذاشت. در عرض چند دقیقه اعتمادی که به پدر داشت پسر رو نیز شامل می شد. تا اینکه برویر گفت خب آقای پرلوت، حالا بفرمایید چه خدمتی از من ساخته است. دکتر گفت نمی توانم ادرار کنم. در تمام طول روز و حتی شب احساس می کنم باید به دستشویی بروم، ولی وقتی خودم رو با آنجا می رسانم چیزی نمی آید. مدت ها می استم تا چند قطره ادرار کنم. 20 دقیقه بعد دوباره همون بساط است. مجبور می شوم بروم، ولی با چند سوال دیگر برویر متوجه علت مشکل آقای پرلوت شد. غده پروستات مجرای ادرار را مسدود کرده بود، ولی سوال مهم این بود که بزرگی پروستات خوشخیم است یا سرطانی. در معاینه مقعدی برویر هیچ توده سفت و سرطانی را لمس نکرد و جز بزرگی خوشخیم و اسفنجی پروستات یافته دیگری نداشت. آقای پرلوت با شنیدن اینکه نشانه ای از سرطان یافت نشده است لبخند شادمانه زد و دست برویر را گرفت و بوسید. ولی وقتی برویر با احتیاط شروع به توضیح دادن روش ناخوشایند درمان کرد، دوباره خلقش تنگ شد. باید تعدادی میله فلزی بلند یا سونت را که به تدریج ضخیم‌تر می‌شد از آلت عبور داد تا مجرای ادرار گشاد شود. چون برویر شخصاً چنین درمانی را انجام نمی‌داد، بیمار را به باجناقش مکس که متخصص مجاری ادرار تناسلی بود ارجاع داد. وقتی آقای پرلوت مطب را ترک کرد ساعت از 6 گذشته بود. زمان عیادت‌های خانگی عصرانه برویر فرا رسیده بود. کیف پزشکی چرمی سیاه و بزرگش را مرتب کرد، پالتوی خزدارش را پوشید و از مطب خارج شد. رانندش فیشمان را با درشکه 2 اسبه بیرون منتظر بود. برخلاف سایر پزشکان وینی که در موقع نیاز راننده استخدام می کردن، برویر درشکه‌ای را با راننده سالیانه اجاره می کرد. بنابراین زمانی که مشغول معاینه آقای پرلوت بود، خانم بکر پادویی را که در تقاطع نزدیک مطب می‌ایستاد، جوانی با چشمان پرخون، بینی سرخ
با کلاه لبه دار بر سر، پالتوی ارتشی پاگندار بزرگی به تن و نشان بزرگی بر سینه صدا زد و با پرداخت 10 سکه به دنبال فیشمان فرستاد. برویر مانند همیشه فهرست بیمارانی را که باید میدید به فیشمان داد. در 2 نوبت عیادت خانگی داشت. یک بار پس از صرف صبحانه مختصرش که شامل قهوه و نان 3 گوش برشته بود و بار دیگر مثل امروز پس از پایان ملاقات‌های عصرانه در مطب. برویر هم مانند بیشتر متخصصان داخلی وین تنها زمانی بیمار را در بیمارستان بستری می‌کرد که چاره دیگر وجود نداشت. افراد نه تنها در خانه تحت مراقبت بهتری بودند، بلکه از ابتلا به بیماری‌های مصری که اغلب در بیمارستان‌های عمومی شایع می‌شد هم در امان می‌ماندند. در از درشکه دو اسبه برویر مدام در حرکت بود. در واقع کار او به مطالعه سیاری می‌مانست که از جدیدترین مجلات پزشکی و کتاب‌های مرجع مرایی می‌گرفت. همین چند هفته پیش از دوست جوانش زیگموند فروید دعوت کرد در طول روز همراهیش کند. شاید اشتباه کرده بود. این جوان پزشک در صدد انتخاب رشته تخصصیش بود و آن روز برویر او را از رشته داخلی فراری داد، چون طبق محاسبه فروید برویر 6 ساعت از روز را در درشکه گذرانده بود. اکنون پس از عیادت 7 بیمار که وضع 3 نفرشان وخیم بود، کار روزانه برویر به پایان رسیده بود. فیشمان به سمت کافه گریند شنایدل پیچید، جایی که 15 سال تمام هر روز عصر برویر با گروهی از همکاران پزشک و محقق سر همان میز همیشگی، میز بزرگی در بهترین گوشه کافه که با آنها اختصاص داده شده بود، قهوه می نوشید. ولی امشب برویر تصمیمش را عوض کرده بود. فیشمان، مرا به خانه برسان. آنقدر خیس و خسته هم که حوصله کافه رفتن ندارم. سرش را به صندلی چرمی سیاه تکه داد و چشمها را بست. این روز خسته کننده بد شروع شده بود. ساعت 4 صبح با کابوسی از جا پریده بود و دیگر خوابش نبرده بود. برنامه صبحش بسیار سنگین بود. به 10 خانه سر زده بود و بعد 9 بیمار در مطب دیده بود. بعد از ظهر تعداد بیماران مطب بیشتر بود و در نهایت هم آن ملاقات مهیج ولی نفسگیر با لوسالم را از سر گذرانده بود. در واقع هنوز حالش جا نیامده بود. برتا بی سر و صدا به ذهنش راه گرفت. گرفتن بازویش و قدم زدن با او زیر آفتابی گرم و درخشان و دور از وین پر از گلولای خاکستری و یخ زده. ولی خیلی زود تصاویر ناموزونی که خود را به این صحنه تحمیل کردند، زندگی زناشویی از هم پاشیده و فرزندانی که به حال خود رها شدند، آن هم زمانی که او برای همیشه با آمریکا رفته تا زندگی جدیدی را با برتا آغاز کند، این افکار در ذهنش لانه کرده بود و او از آنها متنفر بود. آرامشش را برهم می زد. افکاری بیگانه که نه ممکن بود نه خوشایند. با این حال از آنها استقبال می کرد. تنها راه رهایی از آنها راندن برتا از ذهن بود که آن هم غیر ممکن به نظر می رسید. درشت که تلق تلق کنان پل چوبی رودخانه وین را پشت سر گذاشت. برویر به پیاده روهای مملو از مردمی نگریست که با عجله از سر کار به خانه باز می گشتند. بیشتر مردان مانند خودش پالتوی تیره با حاشیه خز بر تن، کلاه مشکی بر سر، دستکش سفید و چتر سیاه در دست داشتند. ناگهان چهره آشنایی دید، مردی کوتاه قامت بی کلاه با ریشی مرتب که در حال جلو زدن از بقیه و بردن مسابقه بود. این گام های محکم را میشناخت. بارها در جنگل های ویان با این پاها مسابقه گذاشته بود. گام هایی که هرگز آهسته نمیشد مگر برای یافتن قارچ بزرگی که در کنار ریشه سنوبر سیاه میروید. برویر از پیشمان خواست بایستد. پنجره را باز کرد و صدا زد: زیگ، کجا می روی؟ دوست جوانش که پالتوی آبی زمخت ولی آبرومندی به تن داشت، همونطور که به سمت درشکه برگشت چترش را بست و وقتی برویر را به جا آورد با لبخندی پاسخ داد: به خانه شماره 7 خیابان بکر، بانوی زیبایی امروز مرا به شام دعوت کرده است. برویر در حالی که میخندید پاسخ داد: آه، ولی من خبر ناامید کننده‌ای برایت دارم.
همسر نازنین این بانوی زیبا همین حالا در راه خانه است. بیا بالا زیک، سوار شو، کار من تمام شده. برای رفتن به کافم بیش از حد خستم. پیش از شام فرصتی داریم گپی بزنیم. فروید با یک حرکت آب چترش را تکان، پا بر جدول پیاده رو محکم کرد و سوار شد. هوا تاریک بود و شمعی که داخل کالسکه میسوخت بیش از اون که نور بیفشاند سایه آفریده بود. پس از یک لحظه سکوت، فروید برگشت و از نزدیک چهره دوستش را از نظر گذراند. یوزف، خسته به نظر می رسی. ظاهرا روز سختی داشته ای. اینطور نیست؟ بسیار سخت. روزی که با عیادت آدلولف فیلفر شروع شد و به پایان رسید. را می شناسی؟ نه، ولی بعضی از نوشته هایش را در نوفرای پرس خوندم. نویسنده توانایی است. در کودکی هم بازی بودیم. با هم به مدرسه می رفتیم. از روز نخستین کاری هم بیمار بوده، ولی 3 ماه پیش سرطان کبدش را تشخیص دادم. این بیماری مثل آتش به همه جا سرایت کرده و حالا او در مرحله عرقان انسدادی پیش رفته است. زیگ، میدانی مرحله بعدی بیماری چیست؟ خب اگر مجرای صفراوی اصلی مسدود شده باشد، صفرا همچنان به داخل خون پس میزند و او از مسمومیت شدید کبدی تلف میشود. البته پیش از آن به اغمای کبدی فرو می رود. اینطور نیست؟ دقیقا همینطور است. هر لحظه ممکن است این اتفاق بیفتد، ولی من نمی توانم این را به او بگویم. حتی وقتی می خواهم با او صادقانه خداحافظی کنم، باز همان لبخند تصنعی امیدبخش را بر لب دارم. هرگز به مرگ بیمارانم عادت نمی کنم. فروید آهی کشید و گفت: کاش هیچ یک از ما به چنین چیزی عادت نکنیم. امید یک ضرورت است و چه کسی غیر از ما باید آن را زنده نگه دارد؟ برای من سخت‌ترین بخش تبابت همین است. گاهی شک می‌کنم درست از عهده این وظیفه برمی‌آیم یا نه. مرگ بسیار قدرتمند است و روش درمانی ما خصوصا در علم اعصاب بسیار ضعیف. خدا را شکر دوره‌ای که باید در این رشته می‌گذراندم رو به پایان است. این وسواس در مشخص کردن محل زایعه عصبی شرم‌آور است. باید امروز بودی و می‌دیدی که وستفال و مایر بر سر محل دقیق سرطان مغز چه بحثی می‌کردند، آن هم درست در روی پیش بیمار. اما لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: اما من هم حق اظهار نظر ندارم. همین 6 ماه پیش وقتی در آزمایشگاه آسیب شناسی اعصاب کار می‌کردم، برای بررسی نمونه مغز کودک از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، چون می خواستم افتخار تعیین محل دقیق ضایعه را از آن خود کنم. شاید هم زیادی بدبین شدم، ولی هرچه می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسم که منازعه بر سر محل ضایعه حقیقت اصلی را از نظر پنهان می کند. این که بیماران ما می میرند و ما پزشکان از درمانشان عاجزیم. زیگ، تأسف در این است که دانشجویان استادی مثل وستفال هرگز نمی آموزند که چگونه به یک بیمار رو به مرگ آرامش دهند. هر دو مرد سکوت کردند، چون درشکه در میان تند بادی این سو و آن سو می رفت. باران هم شدت گرفته بود و بر سقف کلیسا می کوبید. بروبر می خواست اندرزی به دو دوست جوانش بدهد، ولی باید کلمات را به دقت انتخاب می کرد، چون از حساسیت فروید آگاه بود. زیک، بذار نصیحتی به تو بکنم. میدانم کار تبابت تجربی میتواند بسیار ناامید کننده باشد. گاه به انسان حس مغلوب شدن یا کنار آمدن با تقدیری پستر میدهد. دیروز در کافه شنیدم از بروک انتقاد میکردی که با ترفیع تو موافقت نکرده و نصیحت کرده که آرزوهایت را برای ترقی در دانشگاه فراموش کنی. ولی او را سرزنش نکن. او برای تو ارزش زیادی قائل است. از زبان خودش شنیدم که میگفت تو بهترین دانشجویی هستی که تا به حال داشته است. پس چرا با ترفیع من مخالفت کرده است؟ واقعا نمیدارم چرا. زیگ، میخواهی با حقوق 100 گلدن در سال جانشین اکسنر یا فلایشل شوی؟ بروکه در مورد درآمد حق دارد. تحقیق کار ثروتمندان است. تو نمیتوانی با چنین حقوق زندگی کنی. تازه می‌خواهی زیر و بالا پر والدینت را هم بگیری. بدین ترتیب تا 10 سال دیگر هم نمی‌توانی ازدواج کنی. شاید بروک ظرافت چندانی به خرج نداده، ولی درست گفته که تنها شانس تو برای ادامه تحقیق
ازدواج با دختری با جهیزیه زیاد است. 6 ماه پیش که با مارتا پیشنهاد ازدواج دادی، در حالی که میدانستی جهیزیهی به خانه تو نمی آورد. تو بودی که در مورد آینده تصمیم گرفتی، نه بروکه. فروید پیش از پاسخ لحظه چشم برهم نیاد. یوزف، صحبت های تو مرا میرنجاند. فکر میکنم تو مارتا را قبول نداری. بروئر میدانست که دوست جوانش خیلی سخت است که با او که 16 سال بزرگتر از فروید بود، نه تنها دوستش بلکه جای معلم، پدر، برادر بزرگش نیز بود، رو کراس صحبت کند. پس دست فروید را در دست گرفت. حقیقت ندارد زیک، به هیچ وجه. آنچه ما دربارش توافق نداریم خود مارتا نیست، بلکه زمان این وصلت است. من فقط احساس کردم تو سالهای سخت زیادی را برای یادگیری در پیش رو داری و نباید این سالها را به پای یک نامزد تلف کنی. من مارتا را یک بار، آن هم در یک مهمانی پیش از سفر خانوادگیش به هامبورگ دیدم و بلافاصله از او خوشم آمد. من را یاد مالتیده وقتی همسن او بود میاندازد. لحن فروید آرام تر شد. تعجبی ندارد، همسر تو الگوی من بود. از زمانی که مالتیده را دیدم به دنبال همسری مانند او بودم. راست بگو یوزف. یوزف، اگر مالتیده فقیر بود با او ازدواج نمی کردی؟ به خاطر این جواب از من نرنج زیک. حقیقت این است که من کاری را کردم که پدرم میخواست. این مربوط به 14 سال پیش است. حالا زمانه عوض شده. فروید در سکوت یکی از آن سیگارهای ارزانش را بیرون آورد و به بروئر تعارف کرد و او هم مثل همیشه رد کرد. وقتی فروید سیگارش را روشن کرد، بروئر ادامه داد زیک، احساست را درک میکنم. تو خود من هستی. تو من 10-11 سال پیش هستی. وقتی استادم اوپولسر ناگهان از تیفوس درگذشت، مثل تو امکان پیشرفت در دانشگاه برای من هم همینطور ناگهانی و بیرحمانه از میان رفت. من هم مانند تو خود را جوان خوش آتیه می دانستم. انتظار داشتم موفق شوم. باید موفق می شدم. همه همین انتظار را داشتند. ولی به جای من یک غیر یهودی انتخاب شد و من هم مثل تو به کمتر راضی شدم. بنابراین خوب می دانی که چقدر احساس شکست می کنم یوزف. این عادلانه نیست. به کرسی پزشکیت نگاه کن. نورت نایگل، حیوان صفت بران تکه زده. کرسی روان پزشکی هم که الان دست مایتنر است. یعنی من از اون ناتوانترم. من می توانستم اکتشافات بزرگتری بکنم. و این کار را هم می کنی. زیک، 15 سال پیش آزمایشگاه و کبوترانم را به خانه منتقل کردم. تحقیق را ادامه دادم. تو هم می توانی راهش را پیدا می کنی. ولی این راه هرگز راه دانشگاه نیست. ما هر دو می دانیم که مسئله فقط پول نیست. ضد یهودی ها روز به روز بیشتر جان می گیرند. مقاله امروز صبح نو فرای پرس را در مورد حمله اعضای اتحادیه غیر یهودی به سخنرانی ها و بیرون کشیدن یهودی ها از کلاس خوانده ای. حالا تهدید کردن کلاس های اساتید یهودی را برهم خواهند زد. پرس دیروز را دیدی؟ مقاله‌ای راجع به پرونده یک یهودی داشت که متهم شده بود در گالیسیا یک کودک مسیحی را با مراسم خاصی به قتل رسانده است. مدعی شده بود او برای تهیه خمیر ماتسو به خون یک مسیحی نیاز داشته. باور می‌کنی؟ سال 1882 و چنین اوضاعی. اینها وحشیان قارنشینند که خود را در لباس مسیحیت جا زدند. اینکه تو آینده تحصیلی درخشانی رو در پیش رو نداری، البته خود بروکه از چنین تعصباتی به دور است. چه کسی می‌داند که او حقیقتا چه احساسی دارد؟ یک بار خیلی خصوصی به من گفت این نهضت ضد یهود بالاخره موقعیت دانشگاهیت را نابود خواهد کرد. ولی من مصمم هستم به تحقیق ادامه دهم یوزف. من به اندازه تو مناسب کار طبابت نیستم. صحت تشخیص های تو در بیان زبان زده همه است. من چنین موهبتی ندارم. بایستی مثل اسب بالداری که به گاواهن بسته شده یک پزشک مزد بگیر باقی بمانم. زیگ، مهارتی نیست که نتوانم به تو بیاموزم. فروید تکیه داد و از شعاع نور شمع خارج شد. از اینکه در سایه قرار می گرفت خوشحال بود. تا کنون این گونه برهنه در مقابل یوزف یا کس دیگری جز مارتا قرار نگرفته بود.
فقط در نامه هایی که هر روز به مارتا می نوشت خصوصی ترین افکار و احساساتش را به زبان می آورد. ولی زیگ، پزشکی را دست کم نگیر. تو داری بدبینانه قضاوت می کنی. کافیست به پیشرفت های 20 سال اخیر، مثلا در همین علم اعصاب توجه کنی. تا 20 سال پیش فلج ناشی از مسمومیت با سرب، روان پریشی حاصل از بروماید و تریشیوز مغزی کاملا ناشناخته بود. درست است که پیشرفتی علم آهسته است، ولی ما در هر دهه دست کم بر یک بیماری چیره شده ایم. برویر پس از سکوت طولانی گفت بیا موضوع صحبت را عوض کنیم. میخواهم چیزی از تو بپرسم که به دانشجویان پزشکی زیادی درس میدهی. به دانشجوی روسی به نام سالومه برخورد کرده ای؟ ینیا سالومه. ینیا سالومه. فکر نمی کنم. چطور مگر؟ خواهرش امروز به مطب من آمده بود. ملاقات عجیبی بود. درشکه از ورودی خانه شماره 7 خیابان بکر گذشت و ناگهان چنان ایستاد که کارسکه برای لحظه ای روی فنرهای سنگینش بالا و پایین رفت. رسیدیم. بقیه را در خانه برایت می گویم. در حیاتی که سنگ فرش‌های قرن 16 را به یاد می‌آورد، با دیوارهای بلند و پوشیده از پیچک احاطه شده بود، از درشکه پیاده شدند. در هر طرف بالای در قوسی شکل که بر ستون‌های چارگوش و با شکوهی استوار بود، 5 ردیف پنجره هلالی بزرگ دیده می‌شد که هر یک دارای 12 شیشه با قاب چوبی بود. وقتی دو مرد به راهرو ورودی نزدیک شدند، دربان از پشت پنجره کوچک روی در اتاقش سر کشید، با عجله در را گشود و در برابرشان تعظیم کرد. از پله‌ها بالا رفتند، از مطب برویر در طبقه دوم گذشتند به آپارتمان بزرگ طبقه سوم، یعنی محل استقرار خانواده وارد شدند که ماتلید آنجا به انتظار ایستاده بود. او به عنوان زنی 36 ساله با پوست صاف و درخشان، بینی ظریف و قلمی، چشمان آبی خاکستری و گیسوان پرپشت بلوطی رنگ که با روبان بلندی بالای سر جمع می‌شد بسیار جذاب بود. با اینکه همین چند ماه پیش فرزند پنجمش را به دنیا آورده بود، در بلوز سفید و دامن خاکستری بلند چسبانی که بر تن داشت با وقار و خوش‌اندام می‌نمود. ماتیلده کلاه یوزف را گرفت، موهایش را مرتب کرد، کمک کرد پالتویش را در بیاورد و آن را به آلوسیا خدمتکار خانه سپرد که از 14 سال پیش که به خدمت آنها در آمده بود لویز خوانده می شد. بعد به سوی فروید برگشت. زیگی، خیس و یخ زده به نظر می آیی. فوری به حمام برو. قبلا آب را گرم کرده ایم. چند تا از لباس های نوی یوزف را هم برایت در کمد گذاشتم. چه خوب که شما دو نفر هم اندازه اید. هرگز نمیتوانم از ماکس اینطور پذیرایی کنم. ماکس شوهر خواهرش راشل بسیار عظیم الجثه بود و بیش از 260 پوند وزن داشت. برویر گفت نگران نباش ماکس، من با بیمارانی که برایش میفرستم این خسارت را جبران میکنم. سپس به سمت فروید برگشت و گفت امروز یک پروستات بزرگ دیگر برایش فرستادم. در این هفته چهارمین مورد است. بد نیست تو هم به این رشته مشغول شوی. ماتلید در حالی که بازوی فروید را گرفته بود را به سوی حمام هدایت میکرد. دخالت کرد. نه، اورولوژی به درد زیگی نمیخورد. دائم مثانه و لوله آب باز کند. در عرض یک هفته دیوانه میشود. کنار در ایستاد. یوزف، بچه ها دارند غذا میخورند. سری به آنها بزن. ولی خیلی کوتاه. چون میخواهم پیش از شام چرتی بزنی. تمام دیشب را قلط زدی. فکر نمیکنم اصلا خوابیده باشی. بروی خاموش به سمت اتاق خوابش راه افتاد، ولی تغییر عقیده داد و تصمیم گرفت در برابر پر کردن وان به فروید کمک کند. وقتی برگشت ماتیلد را دید که به سمت فروید خم شده و شنید آهسته میگوید حالا منظورم را میفهمی زیگی؟ به ندرت با من حرف میزند. برویر تلمبه آب را به آب داغ وصل کرد که فروید و لوئیس از آشپزخانه به حمام آورده بودند. وان بزرگ و سفید که به طرز معجزه آسایی بر پایه های ظریف برنجی استوار بود خیلی زود پر شد. وقتی برویر حمام را ترک کرد به سرسرا رسید، آه سرشار از لذت فروید را شنید که داشت خود را در آبی که بخار از آن بر می خواست غوطه‌ور می کرد.
برویر روی تخت خواب دراز کشید، ولی از فکر اینکه ماتیلده انقدر صمیمی با فروید درد دل میکرد خوابش نمیبرد. فروید مثل یکی از اعضای خانواده شده بود. دیگر چند بار در هفته با آنها شام میخورد. در ابتدا میان برویر و فروید رابطه عاطفی برقرار شده بود. شاید فروید به جای آدولف را برای او پر کرده بود، برادر کوچکتر برویر که چند سال پیش فوت کرده بود. ولی در سال گذشته ماتیلده و فروید هم به یکدیگر نزدیک شده بودند. فاصله سنی 10 ساله میان این دو باعث شده بود که ماتیلده از امتیاز عاطفی مادری استفاده کند. او بارها گفته بود که فروید خاطرات روزهای اول آشنایی با یوزف را برایش زنده می کند. برویر از خود پرسیده بود اگر ماتیلده از بی‌عاطفگی من برای فروید بگوید چه می شود؟ واقعا چه فرقی می کند؟ به احتمال زیاد فروید همه چیز را از پیش می داند. او می داند آنچه در این خانه می گذرد ثبت می کند. شاید در تشخیص بیماری ها چندان زبردست نباشد، ولی آنچه در مورد روابط انسانی است به ندرت از چشم او پنهان می ماند. ضمناً او متوجه شده بود که بچه ها چقدر تشنه محبت پدری هستند. روبرت، برتا، مارگاریته، یوهانس، اموزیکی کنان از سر و کولش بالا می روند. حتی دورا کوچولو تا او را می بیند لبخند می زند. شکی نیست که حضور فروید در خانه مفید است. برویر خود می داند چقدر از آنچه خانوادهش از او انتظار داشت فاصله گرفته است. بله، فروید جای او را پر کرده بود و از این لحاظ بیشتر از آنکه شرمنده باشد از دوست جوانش ممنون بود. برویر می دانست اعتراضی به ماتیلده وارد نیست. دلایل زیادی برای شکایت دارد. برویر تقریبا هر شب تا نیمه شب در آزمایشگاه بود. صبح های یک شنبه را در مطب می گذراند تا سخنرانی های عصر یک شنبه را برای دانشجویان پزشکی آماده کند. چند شب در هفته تا ساعت 8 و 9 در کافه می ماند. حالا دیگر به جای یک بار دو بار در حرفه تارک بازی می کرد. حتی زمان صرف غذای ظهر هم که قاعدتاً متعلق به خانواده بود مورد دست درازی قرار می گرفت. لااقل یک بار در هفته یوزف برای خود برنامه اضافه می گذاشت و بخش زیادی از زمان نهار را به کار می پرداخت و بالاخره اگر مارک سری به او می زد در اتاق را قفل می کرد و ساعتها با او به مطالعه یا شطرنج می پرداخت. برویر از چرت زدن منصرف شد، با آشپزخانه رفت تا درباره شام سوال کند. می دانست فروید عاشق حمام های طولانی و داغ است، ولی می خواست غذا هرچه زودتر صرف شود تا فرصتی هم برای کار در آزمایشگاه بماند. ضربه‌ای به در حمام زد. زیگ، کارت که تمام شد به اتاق مطالعه بیا. ماتیلده قبول کرده که شام را آنجا بدون کت صرف کنی. فروید به سرعت خود را خوش کرد. لباس های زیر یوزف را پوشید. لباس های چرک را برای شستشو گذاشت. شتابان به کمک برویر و ماتیلده رفت که سینی شام را میچیدند. برویری ها مثل همیشه، مثل بیشتر وینی ها، غذای اصلی را هنگام نهار صرف می کردند و شب شام سرد و مختصری می کردند. در شیشه ای آشپزخانه بخار کرده بود و با باز کردنش رایحه گرم و مطبوع سوپ جو با هویج و کرفس مشام فروید را پر کرد. ماتیلده ملاقه به دست از او استقبال کرد. زیگی، بیرون خیلی سرد است. کمی سوپ داغ درست کردم. این همان چیزی است که شما دو نفر احتیاج دارید. فروید سینی را از او گرفت. چرا فقط دو کاسه؟ مگه شما میل نمی کنی؟ وقتی یوزف می گوید می خواهد در اتاق مطالعه شام بخورد، معمولاً به این معنی است که می خواهد با تو تنها صحبت کند. برویر اعتراض کرد. ماتیلده، من اینو نگفتم. اگر زیگ از غذا خوردن با تو محروم شود دیگر اینجا نمی آید. نه، من خستم. شما دو نفر هم یه هفته با هم تنها نبوده اید. وقتی از سرسرای طولانی گذشتند، فروید برای بوسه شب بخیر سری به اتاق بچه ها زد. در مقابل اصرارشان برای قصه گفتن قول داد دفعه بعد دو قصه برایشان بگوید. بعد به برویر ملحق شد. اتاق مطالعه اتاق نسبتاً تاریکی بود با پنجره بزرگی که یک ضلع اتاق را در بر می‌گرفت و با پرده مخملی زرشک ضخیمی پوشانده شده بود. فاصله میان شیشه داخلی و خارجی در قسمت پایین با بالشتک‌های پر شده بود که نقش عایق داشتند. جلوی پنجره میز تحریر بزرگی از چوب تیره گردو قرار داشت که توده‌ای از کتاب‌های باز رویش انباشته شده بودند.
قالی کاشان زخیمی با گلهای آبی رنگ، آجفام، کف اتاق را پوشانده بود. در کتابخانه های سزل اتاق کتابهایی با جلدهای تیره چرمی از زمین تا سقف چیده شده بود. گوشه ای از اتاق میز خراج شده مدل بیدرمایر با پایه های مارپیچ مشکی و طلایی قرار داشت که به تدریج باریک میشد و لوئیس قبل از جوجه سوخاری سرد، سالاد کلم با سس ترش زیره دار، سلس تانگر، گیتس هولبر را روی آن چیده بود. ماتیده کاسه های چوبی از سینی که در دست فروید بود برداشت و روی میز گذاشت و آماده شد که از اتاق بیرون برود. بروی که متوجه حضور فروید بود دستی بر بازوی ماتلیده گذاشت و گفت پیش ما بمان، من زی که چیزی نداریم از تو پنهان کنیم. من با بچه ها غذا خوردم، شما دو نفر بدون من هم میتوانید سر کنید. برویر سعی کرد ملایم باشد. ماتلیده تو میگوی من را به اندازه کافی نمیبینی، حالا هم که هستم از من فرار میکنی. ولی او سر تکان داد و گفت بعد با کمی پای برای دسر برمیگردم. برویر نگاه ملتمسانه به فروید انداخت، مثل اینکه میخواست بگوید بیش از این دیگر چه کاری از دستم برمیآید. برویر متوجه شد که ماتریده وقتی در پشت سرش میبست نگاه معنیداری به فروید افکند، مثل اینکه میخواست بگوید میبینی زندگی ما به چه روزی افتاده است. برویر برای نخستین بار متوجه موقعیت حساس و سختی شد که دوست جوانش در آن گرفتار شده بود، محرم اسرار یک زن و شوهر ناراضی و سرد. دو مرد غذای خود را در سکوت میل کردند. برویر متوجه چشمان فروید شد که به دقت قفسه های کتاب را از نظر میگذراند. زیگ، فکر میکنید لازم است یک قفسه را به این کتاب های آتی تو اختصاص دهم؟ کاش میشد، ولی این کار در این دهه امکان پذیر نیست یوزف. من حتی فکر وقت فکر کردن هم ندارم. یک پزشک جویای کار در بیمارستان های عمومی وین تنها ممکن است بتواند یک کارت تبریک بنویسد. نه به یک کتاب نوشتن فکر نمی کنم، بلکه در فکر خواندن این کتاب ها بودم. اوه، فرستادن این همه اطلاعات به داخل مغز، آن هم از یک روزنه 3 میلیمتری وسط عنبیه، چه مشقت بیپایانی است. برویر لبخند زد. چه دیدگاه جالبی. فکرش را بکن، اساره تقلید شده و تصویر شده شوپنهاور و اپوزینوزا از طریق مدرومک چشم و از مسیر عصب بینایی به بخش پس سری مغز ما منتقل می شود. کاش می شد با چشمانم همه چیز را ببلم. من همیشه برای یک مطالعه جدی خستم. فروید پرسید مثل مگر قرار نبود پیش از شام چرتی بزنی؟ پس چه شد؟ کار دیگر از چرت زدن گذشته است. بیش از آن خستم که به خواب بروم. آن کابوس تکراری نیمه شب از خواب بیدارم کرد، همون که برایت گفته بودم. یوسف دوباره دقیقا برایم تعریف کن چه دیده ای. برویر یک لیوان آب معدنی را فرو داد، چنگالش را کنار گذاشت و اجازه داد غذایش پایین برود. هر بار همان است و بسیار زنده به نظر می آید. در طول سال گذشته شاید 10 بار این کابوس را دیدم. اول احساس می کنم زمین می لرزد. می ترسم. بیرون می دوم که لحظه ای تحمل کرد، سعی کرد به خاطر بیاورد که قبل از رویا را چطور تعریف میکرده. او در خواب برای یافتن برتا بیرون میدوید، ولی نمیخواست همه چیز را برای فروید آشکار کند، چون نه تنها از احساسی که نسبت برتا داشت گیج و پریشان بود، بلکه دلیلی هم نمیدید که با اعترافش رابطه فروید و ماتلیده را مغشوش کند، چون در آن صورت فروید ناچار میشد چیزهایی را از ماتلیده پیدا کند. بیرون می دوم تا کسی را پیدا کنم. زمین زیر پایم مثل ریگزاری نرم می شود و مرا در خود فرو می برد. من درست 40 پا سقوط می کنم. بعد بر تخت سنگی می نشینم تا استراحت کنم. نوشته ای بر تخت سنگ است، ولی هرچه سعی می کنم سر از آن در نمی آورم. چه خال پابش جالبی یوزف. از یک چیز مطمئنم. کلید دریافت معنای این رویا در همان نوشته رمزآلود تخت سنگ است. البته اگر اساساً این رویا معنایی داشته باشد. باید اینطور باشد یوزف. این رویا را 10 بار تکرار شده. قطعاً تو اجازه نمیدادی یک مسئله جزئی اینطور خواب تو را به هم بریزد. ولی چه چیز بیش از همیشه مورد علاقه من است؟ آن سقوط 40 پایی.
از کجا با این دقت از آن مطمئنی؟ در خواب از این موضوع مطمئنم، ولی نمیدانم چطور. فروید که طبق معمول بشقابش را به سرعت تمام کرده بود، آخرین لقمه را فرو داد و گفت: مطمئنم این نشانه کاملا دقیقی است از این گذشته. این تویی که رویا را طراحی میکنی. یوزف، میدانی من هنوز رویاهایی را جمع آوری میکنم و هرچه میگذرد بیشتر اعتقاد پیدا میکنم که اعداد دقیق در رویاها همیشه اهمیت خاصی دارند. من نمونه تازه دارم که فکر میکنم هنوز برایت نگفتم. هفته گذشته با آیزاک شونبرگ که از دوستان پدرم بود ملاقات کرده و او را به صرف شام دعوت کردم. او را که میشناسی، همان نیست که پسرش ایگناتیس به خواهر تو نامزد کرده و علاقمند شده؟ بله خودش است و احساس او به مینا بیش از یک علاقه معمولی است. بگذاریم، به مناسبت 60 سال تولد آیزاک دور هم جمع شده بودیم و او رویایی را برای ما تعریف کرد که شب پیش دیده بود. در جاده طولانی و تاریک پیش رفته و 60 سکه طلا در جیب داشته است. او هم مثل تو از این نماد دقیق مطمئن بود. او سعی کرده بود سکه هایش را حفظ کند، ولی سکه ها یکی یکی از سوراخ جیبش می افتادند و هوا چنان تاریک بود که نمی توانست دوباره آنها را پیدا کند. تصور نمی کنم دیدن خواب 60 سکه در 60 سال تولد تنها یک اتفاق باشد. من مطمئنم سکه ها نمادی از سالهای عمر اوست. بوریر در حالی که دومین قطعه جوجه را برمی‌داشت پرسید: و سوراخ جیب نماد چیست؟ فروید هم جوجه بیشتری برداشت و پاسخ داد: رویا باید بیانگر آرزوی دستیابی دوباره به سالهای سپری شده و بازگشت به جوانی باشد. زیگ، شاید این رویا بیانگر ترس است، ترس از گذشت سالهایی که بی محابا از دست می رود و به زودی چیزی ازشان نمی ماند. فراموش نکن او در جاده طولانی و تاریک قدم بر می داشته و سعی داشته گمشدهش را پیدا کند. بله درست است، شاید رویا به بیان آرزوها و یا ترسها یا هر دوی اینها بپردازد. یوزف، بگو ببینم اولین بار کی این خواب را دیده ای؟ بگذار ببینم. بریر براد آورد که نخستین کابوس مدت کوتاهی پس از آنکه به اثر بخشی درمان ابداعیش بر برتا شک کرده بود به سراغش آمده بود. او در گفتگویی با خانم پامپنهام این احتمال را مطرح کرده بود که شاید لازم باشد برتا برای ادامه درمان با آسایشگاه بلو در سوئیس منتقل شود. همانطور که به فروید گفته بود این موضوع مربوط به حدود 1 سال پیش، یعنی در اوایل سال 1882 بود. فروید پرسید: همین ژانویه گذشته نبود که من و خانواده آلتیمان برای شام به جشن تولد 40 سالگی تو دعوت شدیم؟ اگر این رویا از همان زمان آغاز شده، به این معنی نیست که 40 پا نماد 40 سال است؟ خب یکی 2 ماه دیگر من 41 ساله می شوم. یعنی من از آغاز ژانویه باید 41 با سقوط کنم؟ فروید شانه هایش را بالا برد. از اینجا به بعد ما نیاز به راه نما داریم، چون نظریه من در مورد رویا فعلا همینجا پایان می پذیرد. آیا رویایی که قبلا دیده شده تغییر می کند یا با تغییرات زندگی فرد هماهنگ می شود؟ سوال بسیار مجذوب کننده است. اصلا چرا سالهای زندگی با مقیاس طولی پا نماینده شدند؟ چرا این رویا پرداز کوچک ساکن ذهن ما این همه مدت خود را به زحمت می اندازد و حقیقت را در لفافه می پیچد؟ حدس من این است که رویای تو به 41 پا تغییر نمی کند. رویا پرداز چیر دست می ترسد. اگر در خواب چنین تغییری پیش بیاید، همه چیز خیلی واضح شود و رمز رویا لو برود. بریر در حالی که دهان سیبیلش را با دستمال پاک میکرد پوزخندی زد و گفت: زیگ، وقتی میگویی ذهنی جداگانه و کوتوله‌ای با شعور در درون هر یک از ما رویاها را طراحی میکند و آنها را در لباسی مبدل به ذهن ما میفرستد، دیدگاه ما از هم فاصله میگیرد. چنین اعتقادی موسک است. قبول دارم که موسک به نظر میرسد، ولی به شواهدی که به نفع آن وجود دارد دقت کن. دانشمندان و ریاضیدانان زیادی هستند که معتقدند مسائل مهم و پیچیده را در رویا حل کردند. یوزف، هنوز تو توضیح دیگری برای این پدیده وجود ندارد. مهم نیست که چقدر موسک به نظر می رسد.
مهم این است که شعوری جداگانه و خارج از خودآگاهی طراحی رویاهای ما را به عهده دارد. من مطمئنم. ماتیلده با یک قوری قهوه، دو قطعه پای سیب کشمشدار دستپخت خودش که با خامه تزیین شده بود وارد شد. از چه چیزی اینطور مطمئن هستی زیگی؟ تنها چیزی که از آن مطمئن هستم این است که ما از شما خواهیم شنید، بنشینید و مدتی را با ما خواهید گذران. یوزف میخواست راجع به بیماری که امروز دیده است صحبت کنم. نمیتوانم زیگی، یوهانس دارد گریه میکند، وگرنه همین الان به او نرسم بقیه را هم بیدار میکند. وقتی او از اتاق خارج شد، فروید به سوی برویر برگشت. یوزف، راجع به ملاقات عجیبت با خواهر آن دانشجوی پزشکی برایم بگو. برویر کمی تأمل کرد تا افکارش را جمع جور کند. دلش میخواست در مورد پیشنهاد لو سالمه با فروید مشورت کند، ولی میترسید بحث در مورد برتا به درازا به طول بکشد. خب، برادرش روش درمانی را که من روی برتا اجرا کردم برایش توضیح داده و حالا او میخواهد از همان روش برای درمان یکی از دوستانش که مشکل عاطفی پیدا کرده است استفاده کنم. این دانشجوی پزشکی، این ینا سالومه، چطور از موضوع برتا مطلع شده؟ تو هرگز حال حاضر نشدی راجبه این بیمار با من صحبت کنی یوزف. من چیزی در این باره نمیدانم جز این واقعیت که تو از مرسمیم کمک گرفته ای. برویر از اینکه در صدای فروید رگه ای از حسادت یافت می شد متعجب شد. بله، من زیاد درباره برتا صحبت نکردم. او از خانواده معروفی است. از وقتی فهمیدم برتا از دوستان نامزد توست، تا آنجا که ممکن بودی از صحبت با تو درباره او خودداری کردم. ولی چند ماه پیش در یک جلسه معرفی بیمار، درمان او را با نام مستعار آن او برای دانشجویان پزشکی شرح دادم.